در این قسمت برنامه سعید اورکزای، کارگردان، بازیگر و فیلمنامه نویس، مهمان شبانگ. آقای اورکزای سال هاست که در سینمای افغانستان فعاله و دو فیلم هم در آمریکا تهیه کرده که به مسئله هویت در بین مهاجران میپردازه و در جشنواره فیلم لس آنجلس هم جایزه برده. درود بر شما آقای اورکزای، خوش اومدین به شبانگ امشب. سلامت باشین. خب بفرمایید که چند سال در این حرفه فعال هستین شما؟ تقریبا بیشتر از 30 سال که کار میکنم درسی فیلم سینما. و از چند سالگی شروع کردی؟ فکر میکنم شاید 21 سال داشتم. بله، اون موقع در افغانستان بودین؟ بله بله بله. فیلم اول شما چه فیلمی بود؟ فیلم اولین کاری که کردم فیلمی بود به نام عروس. عروس فیلمی، در اصل فیلم عروس فریاد مظلومانه زن افغان بود و من انتظار زیر نداشتم که فیلم عروس بتانه بدرخشه و مردم او فیلم استقبال بکنه. اما بود که بس علاقه من شدم که باید کارهای بعدی را آغاز کنم و ادامه بدم در سی فیلم و فیلم سازی. بسیار عالی. فیلم های مثل مردها رو قول هست و مسافر رو زمانی که در افغانستان بودین ساختین. اون موقع برای ساخت یک فیلم در افغانستان با چه مشکلاتی روبرو بودین آقای؟ معمولا سینمای افغانستان فراز و نشیب زیادی داشته. خب شما میفهمین که برای یک هنرمند چه در هر عرصه سینما، شاعر، نقاش، مجسمه ساز، هم یک آرامش ضرورت است. باید او مود خوب داشته باشد. اما در کشور ما میفهمین که سالهای سال است که جنگ ویرانگر بیداد میکنه. در شرایط جنگ فیلم ساختن کار بسیار زیاد دشوار است. آنطوری که باید و شاید شما بخواهید نمیتونین کار را پیش ببرین. ولی با وجود این هم کوشش کردیم که فیلم هایی را بسازیم. مشکلات زیاد بود ولی عشق و علاقه بیشتر از اون مشکلات سر ما حاکم بود و با او خاطر فیلم های خوبی به اون زمان ساخته شد. نه تنها ما بلکه کارگردان های دیگه هم فیلم های بسیار خوبی ساختن. خب جامعه افغانستان تا اندازه زیادی زیر نفوذ سنته، به خصوص اونجا که حضور زنها در عرصه هنر مطرح میشه. با توجه به این موضوع پیدا کردن بازیگر زن برای فیلم هاتون سخت نبود؟ در اون زمان نچندان، به خاطر از اینکه همه صمیمانه عشق داشتن به وطن خود، به رشد فرهنگ خود، به رشد هنر خود، و چی زن چی مرد همه علاقه داشتن و دختر خانم ها، دخترها، زنها همه و بسیار علاقمندی مراجعه میکردن به کار فیلم سازی. الان چطور؟ اما متاسفانه شرایط دگرگون شد و آل محدودیت ها زیاد شد و دخترها به بسیار مشکل باید زیاد چیزها رو از دست بتن تا هنر به دست بیارن. با او خاطر بسیار محدود است و با مشکل روبرو هستن. تمام سینماگرها با مشکل روبرو هستن که یک دختر بیای با یک فیلم نقش بازی بکنه و مشکل است که دختر حاضر به این کار شود و خانوادهشون حاضر. البته او اگه بیای به طرف هنر شاید تا خانواده خود از دست بده، دیگه با خانواده‌اش حتی برای تو اجازه، چون شرایط آل دیگه قسم شده. حال محدودیت های سیاسی و مذهبی و چی و چی و چی و چی دست به دست هم داده و این محدودیت برای زن، خصوصا برای زن ایجاد کرده. بله. خب چه شد که شما به آمریکا مهاجرت کردید؟ مثل شما، مثل دیگرها، مثل همه، وقتی که مصائب در وطن ما پیدا شد و کشور ما، مردم ما، خب هر کس کوشید که به شکلی از اشکال به خاطر آینده، حداقل به خاطر آینده فرزندای خود دور شوه از آغوش گرم وطن خود و به تربیه اولاد خود فکر بکنه، برای آینده از اونا فکر بکنه. این شرایط جنگ، این ناهمگونی ها همه میگذره، بالاخره آفتاب درخشان صلح و آرامش و یک فضای دلپذیر به وطن ما و شما انشاءالله میایه و وقت است که باید ما فرزندای حال صالح، فرزندای خوبی تقدیم از او جامعه بکنیم.
خب در آمریکا فیلمی ساختید به نام لوری که در چند فستیوال فیلم شرکت کرد، مثل هالیوود فیلم فستیوال، جشنواره فیلم لس آنجلس و هنگ کنگ، جشنواره فیلم فرانسه. بفرمایید که لوری چه جایزه هایی دریافت کرد و اصلا سوژه فیلم لوری از کجا آمد؟ سوژه فیلم اصلا فیلمنامه فیلم شاعر گرانمایه حامد نوید نوشتن. وقتی که داستان خواندم مورد پسند و علاقه من قرار گرفت و حاضر به این شدم که ایده فیلم بسازم. بله ببخشید، داستان یک دختر مهاجر افغان هست، درسته؟ یکم توضیح بدید در موردش لطفا. قصه دختر مهاجر افغان است که اصلا در یک حالت بحرانی روحی قرار میگیره که و وقتی به خود میاد که به دنبال هویت خود میشه که باید هویت خود پیدا بکنه و فیلم با او خاطر بسیار زیاد دلچسپ است و فکر میکنم به می علت هم بوده که مورد پسند بسیار سینما دوستا قرار گرفت و همانطور که شما اشاره کردین فیلم خلاف انتظار ما در جشنواره های سینمایی فستیوال های فیلم جوایز را به دست آورد که آخری جایزه که در بین 62 فیلم بهترین کارگردان جایزه شما نصیب شدم، بهترین فیلم سال که در سال 2008-2009 همه جوایزه این فیلم به دست آورد. خب بریم یک تکه از فیلم لوری رو ببینیم، برگردیم به گفتگومون ادامه بدیم. یعنی خب شما قبل از فیلم لوری فیلم سایه آتش و فریاد رو ساختین، لوکیشنش رو بفرمایید که کجا بود و کجا فیلم برداری کردین؟ فیلم سایه آتش و فریاد در غبار که خوشبختانه تانستم فیلم نامه هر دوی فیلم خودم بنویسم، در مسکو هر دو فیلم ساخته شد که نقش اول هر دو فیلم سایه آتش و فریاد در غبار پسرم عبدالله اورکزای نقش اول با او داره که عبدالله اورکزای نه تنها در عرصه کار نقش بازیگری بلکه او خوب دایرکتر هم است، فیلم های کوتاه و بلند ساخته و چندین فیلم نامه تا به حال نوشته کرده و همی اکنون مصروف نوشتن داستان های کوتاه در مجموع یک مجموعه از داستان های کوتاه افغانی رو میخواد یک کتاب چاپ بکنه. بله اتفاقا میخواستم ازتون در مورد این سوال کنم که فرزندانتون هم در همین عرصه فعال هستن و میخواستم بدونم در کدوم فیلم ها با شما همکاری کردن. بله همونطور که گفتم در مورد عبدالله اورکزای پسر دیگه ما علی اورکزای که زیاد علاقه داره کار فیلم و فیلم سازی، فیلم کوتاهی ساخت به نام هدر و بعدا فیلم دیگه به نام آینه شکسته و امی آخری فیلمی که امی اکنون در جریان فیلم برداری هستم علی اورکزای نقش مرکزی رو به عهده داره در این فیلم.
خب آقای اورکزای، حضور یک فیلم افغان در جشنواره خارجی واقعا اتفاق نادریه. از این نظر در فستیوال‌ها چه برخوردی با فیلم شما شده؟ برخورد شما میفهمین که در فستیوال فیلم همه چیز وقتی که فیلم روی پرده مفته از روی پرده فقط میبینن. احساس از این نیست که تو افغانستی، چاینیز هستی، اسپانیش هستی، از کجا هستی، مهم کار تو هست در اونجا. با او خاطر اونا بیشتر رازی که او فکر بکنن که فیلم افغانی هست، اونا فقط سر محتوای فیلم، سر کار فیلم، سر ازی که چقدر هنرمندانه و یا چقدر خوب ساخته شده فیلم، در اون مورد اونا بحث میکنن و اگر جایزه را میتن یا جایزه را میتن سر از اون موضوع هست. برخورد همه خصوصا علاقمندای فیلم در فستیوال بسیار زیاد خوب بوده. گاهی چون ما فیلم های ما کمتر در فستیوال ها بوده، متاسفانه چون زیاد دولت توجهی به کار فیلم و فیلمسازی در افغانستان نداشته و نداره، به او خاطر اونا تعجب میکنن که یک فیلم افغانی چطور تانسته با این همه جنگ و درگیری ها و به سر و سامانی ها چطور یک فیلم میتونه در فستیوال ظاهر شوه و خوب بدرخشه. برای نو سوال برانگیز هستی موضوع. گاهی تو فکر میکنه که شاید این فیلم کسای دیگه ساخته ولی به نام فیلم افغانی، یا شاید کارگردان از این کسی دیگه بوده ولی نام عزیز، حتی تا این اندازه اونا تصور میکردن. ولی وقتی که با جزئیات میامدن با من صحبت میکردن، متیقن میشدن که نه، این فیلم افغانی هست و این افتخارش برای تمام سینماگرای افغان و دوستا هست. علاقمندای سینما، شما وضعیت صنعت سینمای افغانستان رو در سالهای اخیر چطور میبینید؟ متاسفانه بگویم که از یک جهت مایوس کننده و از یک جهت خوب. خوب به خاطر از اینکه تولید فیلم های سینمایی در افغانستان زیاد شده، علاقمندای زیاد پیدا کرده، کسایی هستند که شخصی با پول مصارف شخصی خود فیلم میسازند، از این جهت خوب. مایوس کننده به خاطر از اینکه سینما که قبلا وقتی که ما و یک تعداد از کارگردان های خوب افغانی کار میکردیم و میخواستیم که سینمای افغانی خودش یک هویت داشته باشه و یک هویت بین المللی هم پیدا بکنه، اما حال فیلم میسازن، زحمت زیاد میکشن، اما فیلم ها به محتوا، فیلم ها تقریبا میتونم بگویم کپی از فیلم های هندی و گاهی هم از فیلم های ایرانی، که اونا باید کوشش بکنن که فیلم را که میسازن با جامعه افغانی، با هویت افغانی، اگر میخواین که کار را در داخل افغانستان میکنن، ولی اگر بیرون از افغانستان هم میخواین کار را انجام بدن، باز هم کوشش بکنن که در او امو یک بوی یا یک رنگی از فرهنگ و کلتور افغانی در وجود داشته باشه. بله، و بیشتر فیلم ها مثل که سرگرم کننده هستند. سرگرم کننده و خب به هر حال اگر ای کاش صرف سرگرم کننده می بود، اما او مثلا همونطور که برتون اشاره کردم کپی از فیلم های هندی، کپی از فیلم های کشورهای دیگه. وقتی که من او فیلم مثلا یک فیلم هندی رو میبینم با تمام کیفیت صدا، تصویر، بازیگرای بسیار خوب، دیگه نیاز ندارم که من او را کپی مسخ شده از او را یک بار ببینم دیگه. پس چرا این زحمت بیهوده رو به خود میتونم. خب اگر موافق باشیم بریم یک تکه از کار جدید شما که در دست تهیه هست به اسم وای رو ببینیم و برگردیم. نمیدانم چی میخوام. خب آقای اورکزای، فیلم در چه مرحله‌ای هست؟
فیلم فعلا در جریان شوتینگ یا فیلم برداری هست. اما طوری که شما گفتین اسم فیلم وای است. وای خب این نام انگلیسی هست. فیلم به زبان انگلیسی تهیه میشه. اما وای یعنی چرا که به فارسی دری هم چرا میگن و وای به مفهوم دیگه وقتی که درد میرسه به کسی میگه وای. این مفهوم هم به این فیلم هست که وای به او خاطر نام فیلم وای است. و کوشش میکنیم که هرچی زودتر کار از این به پایان برسه و شما و دیگه دوستا بیننده از این فیلم هم باشین. حتما شما خودتون هم حضور دارین به عنوان بازیگر در این فیلم؟ نه صرف فیلم نامه‌نویس و کارگردان. خیلی ممنونم از حضورتون در شباهنگ امشب. ممنون از شما پریسا جان، ممنون از تمام همکارهای شما که از ما دعوت کردین، سپاسگزارم. خواهش میکنم. ممنون. دنباله برنامه توجه بفرمایید. مرسی آقای اورکزای.